در واقع اطلاعات این گزارش جدید رو شما از چه منابعی به دست آوردین آقای امیر مقدم؟ درود بر شما. ببینید، به خاطر شرایطی که در ایران وجود داره، قطعی اینترنت، تهدید خانواده ها، خب رسیدن و تایید اطلاعات خیلی دشوار هست. سازمان حقوق بشر ایران عمدتا منابعش یا شاهدان عینی هستند، اعضای دیگر خانواده، کادرهای درمانی یا نهادهای حقوق بشری دیگه، و فقط ما فقط مواردی رو توسط دو منبع مستقل تایید شدن شامل این آمار میکنیم. به همین دلیل این آمار میتونه تغییر کنه و این در واقع 378 نفر ما فکر میکنیم یک آمار حد اقلی است و آمار واقعی بسیار میتونه خیلی بالاتر باشه. آقای امیر مقدم، تعداد کشته شدگان کودکان خیلی بالاست، غیر قابل باوره. چرا کودکان در جمهوری اسلامی مسئولیت ندارند؟ در واقع دست به چنین قتل عامی چه تبعاتی باید برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ خب این به طور کلی نشون میده که جمهوری اسلامی در واقع هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه و سعی میکنه که با تمام توان از این اعتراضها جلوگیری کنه و در واقع اکثر کسانی که کشته میشن معترضان با دست خالی هستند یا حتی رهگذر هستند، و این در واقع استیصال حکومت رو نشون میده که از هر کاری در واقع دست به هر کاری میزنه برای کنترل این اعتراضات. ولی از طرف دیگه ما در روزهای اخیر به خصوص شاهد این کارزار در واقع پراکنده حکومت بودیم که سعی میکنه که کشتار مردم رو منتسب کنه به گروه های مسلح دیگه و از این طریق زمینه رو برای کشتار بیشتر آماده کنه، و ما در این زمینه هم کشتار دادیم که چون در چند روز پیش به خصوص در ایده وقتی که چند کودک رو و چند شهروند رو به قتل رسوندن در اعتراضات، سعی کردن بگن که گروه های مسلحی بوده. اینا همه در واقع بهانه است برای اینکه دستشون بازتر کنن که بیشتر از سلاح جنگی استفاده کنن علیه معترضان. سپاس از شما. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.